سلام و صبح بخیر خدمت تمام هموطنان خوب و نازنینم، افغانای عزیز و افغانستانی های محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش در پناه خداوند یگانه بوده باشید. صبح زیبای شما بخیر. سلام دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیز، همزبانای نازنینم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید. صبح زیبای شما عزیزان بخیر. خب عزیزان دل، نازنینا، یک تسلیت میگم برای اون مردمی هلمند که دامادی 65 سالشان نمورده، گفته که نمیفهم نمورده نیم زنده هست. امیدوار هستم اینا بتانن صحت کامل خودشان به دست بیارن. خب نازنینا، من یک سوالی از همین دخترای افغان دارم. برای من پشت سر هم مسیج میاد که برای دخترها یاد داده، ببین دخترها چی میکنه، دخترای افغان تو کارا میکنه، نام ما افغانا بد میشه. خبر دارین در این روزها که بسیار غلغله برپا هست، یک هفته میشه که دختری 15 ساله بگویم یا 14 ساله افغان در شهر زیبای هلمند امو ماما زکری مردکر بوریده ماما زکری مردکر بوریده و مردکر ناقص کرده. خب دختر بزرگ داده بودن و پیش از اینکه داستان رو تعریف بکنم، امروز من یک داستان بسیار مقبول یا برتان بگویم یک داستان بسیار نشغی، یک داستان بسیار قشنگ دارم برتان، گوش کنید. چرا امروزی قدری دست بنده که تو میایه و خوشم میایه، این نواسگه کم بافتم. دختر مقبول و زیبای افغان نواسگه که خودم این را برمه جور کرده، این بافته جور کرده، این را دستم کرده که مادر کلان، مادر کلان بسیار مقبول میویه، بسیار یک دختر ناز و یک دختر نازدانه است. مادر کلان بعض وقتا میگم مامان بسیار دوستشان دارم، همه ای اولادای ما دوست دارم، نواسه های ما و اولادای ما. بعضی هایتان شاید اینوالی دلایتان او شوه، دور از خورخونده و دوستای خود من، وی قدر جوان است، نواسه هم داره، ها شکر. نواسه کلانم 14 سالش هسته، فکر میکنم 14 سالش هسته، اینی حساب کنین بچه هایم چند سال هسته. دلتانه نمه تو بعضی ها که مره میگین نمیفهم تو پیر شدی و نمیفهم، دلتانه نمه تو بکفه، تو نواسه هایم جوان شده، خودم تو جوان مانده. خوب عزیزان دل، شوخی بود، دلتان نکفه، دیده بودین شما هم جوان شوین، از سودی نکنین. دما خوب خوردیم، خوب گشتیم، بابی خوب داشتیم، بعد از او خود ما هم تصمیم گرفتیم که جوان بانیم، هم تو جوان شدیم. اگر نه شما را هم از امو بابا یادم در دنیا آمدین، ما هم از امو بابا یادم، کل ما از امو هوا و آدم در دنیا آمدیم. من چی برتری با شما دارم؟ من جوشی صغرا کبرا را نزدیم، تشویشی احمد و محمود را نکردیم، و شما از بس که غصه خوردیم که سارا چی کرد، کبرا چی کرد، زهرا چی کرد، سامیره چی کرد، صدقه چی کرد، عایشه چی کرد، پلواشه چی کرد، پیر شدیم. پیر نکنین خودتانه، دنیا دور از کو ایرا چرا آمد نشانتان دادم، ایرا نواسیم جور کرده، ایرا دخترم خریده، ایرام از بسیار قدیما است، بابیم خریده بود، ایرام یک دختر دیگه هم خریده، ایرام یک دختر دیگه هم خریده، نمتو دلایتان داغ داغ شوه. این ایرام یک نواسه دیگه هم خریده، سعی کنین برام برای سال تولدم چقدر مقبول است و طلای 21 است، 26 نگویم بده بلایتان بانم، دل از 24 بالا نیست. خوب عزیزان دل، نامه پشت سر هم برای من یه که تو برای دخترها یاد دادی، دختر افغان در شهر هلمند ماما زکری شوی شب بریده شوی دوم آرزی. خب کودن های به مغزا ما یاد ندادیم که اون او ماما زکرش یا شرمگاهش یا مردگاهش رو ببریم. ما براتان گفتیم گولی خو برش بیتین، دو سه تا خوش بود بگریزین، براتان گفتیم طلاق بگیرین، وقتی عروسی کردین سعی کنین با بچه برادرش، با بچه خواهرش رابطه برقرار کنین، بگریزین. ما براتان نگفتیم که اون مرد از خودم نیم کله است، او را بیخی نیم کله کنین. ما کی گفتیم براتان که ببورین
ببورین خو میمورن. خو این رو برای کسایی گفتم که بعضی همی شکشان برطرف شده که ما یاد ندادیم. ما برای از اینا نگفتیم که یک مرد شرمگاهش ببور خو در شفاخانه میره، بعد همی دختر در بلای او قومی بشاخدون میمانه. کلشان میترسه خود زیادتر اینه اینا 70 ساله هست از درمشان 15 ساله، ولی اگه خواب ببره دیگه این حالی. ما یاد ندادیم اوغانا، ما گفتیم فقط گلی خواب برش بیتین، کافور بیتین، بگریزین، فرار کنین. ما نگفتیم که او دختر شب دو مد و آروسید یک تیغ در پشت بان او پفتول او پفتول بود چی بوده که بریده یک ورزشکار او نبوده، یک دیگه او نبوده، خدا میفهمه او چی بوده. دخترم حالش بد شده او را زده بریده، او دماغ کار نداره که ما یاد دادیم. اوغان ها دل دادن جمع باشم برادر اوغان ما که بسیار ترسیدیم که زیادترین تان دو سیدن و پیام دیدم، خواستم اینجا با شما شریک بسازم. گفتین تو یاد دادی حالا نم افغان ها بد میشه، افغان های بدودول افغان های پیرمرد های که حوص میکنن برن دختر 15 ساله را بگیرن. اینه در کجای دیل ما بانیم دخترها اگر بریدن یاد گرفت به خدا ایتو ختنه ایتان بکنه، ایتو ختنه ایتان بکنه. از دخترهای افغان بترسیم، دخترای افغان همو دخترای هست که شیرین بامیانی، رابعه بلخی و دخترای از هرات، دختری که با یکی عروسی کرد افغانستان را نجات داد. یادتان باشه تاریخ بخونیم بترسین. مردکای پفتول که بدودول قدر ما وقتی مسیج هایتان را گرفتیم باور کو یکی برای من نوشته کرده که آخی خاله جان یک چیز دیگه یاد بتینی، یالی شما دخترای ما را بیرا کردین، زنای ما را بیرا کردین، آلی بریدن بریدن اگه شد مگه ما شو خلطه کرده در گردن ما بند خلطه را اوزان کنیم که نبورن. خب بترسین با دخترای جوان عروسی نکنین، به خدا میبورن میبوره. شما هم خور خواب یک وقتی سعی کن در شفاخانه 600 بستر کابل هستی، چرا دختر من را نمیخواستد؟ از زور گرفتیم ماما زکر من بریده شهیدی راه حق. نخندین دخترها، نخندین، من شما را نگفتیم که ببورین، گفتیم که گلی خواب برش بیتین، کافور بیتین. این همی چی میگن امو که گنگس میکنه چانس هسته چی هسته اونو دیگه اونو اون اندازه یک نخود بتین اینو یک شب روز خروپوف میکنه. کالای طبیعی بگریز با بچه همسایید، با مرد همسایید، با دامادتان، با بچه بیادر همی پفتولی جلنبور بگریز. آخه دختر اگه گیر بیفتی خب اینا کلشان طالب هسته، حالا چی میفهمیم که این دختر در دست کی هست؟ این خو نگریخته، این هنوز دهلمند هست. باور کنین من دلم در پفتول نسخت، دلم در دختر زیاد سخت، دلم در جول نسخت. و جول خوب روزش کرده خدا میفهمه چند تا دختری 15 ساله، 10 ساله، 11 ساله را گرفته. دلم برای شما دخترها میسازه. هیچ وقتی سعی کنین نبورین، دودول بورین دودول بوری را رسم نکنین، همین ممزکر بوری را سعی کنین خوامه و بتین اینا را بگریزین. خرشان را گرفته کتش بگریز، عصبشان را گرفته کتش بگریز، گوشان را گرفته بگریز، گوش را گریخته بتین در دست یک قصاب بگو من از همین شهر بکش. دختر ای بسیار مدال خوب براتان داده نمیشم. ما بار براتان گفتیم از 6 تا 10 تا شوی طلاق بگیر، ولی خودت در دست وحشی های افغانستان نندازیم. از 20 تا شوی طلاق بگیر دوباره شوی که، ولی خودت در دست طالبای بشا خودم نندازیم. یا سواد مواد ندارن، خودشان میترسن و سواگاه خلطه درست کرده دیگه.
دخترای افغان میکوشه گفته به خدا اگه دیگه این ازی بود دیدی صندوق خلطه های آینی جور کردن داماد مکی الله مبارک کنه خدا مبارک کنه کاکای بدودوله کجای دل ما بانه ماله خب خدا تو و شوخی نبود بسیار بر من پیام میره که دخترای ما رو بدراه کردی ببین دودلبوری شروع شده دودلبوری اما ممزکربوری خب عزیزان دل میریم سر داستان امروز داستان بسیار تازه و داستان بسیار داستانی که دختر افغان که بسیار هوشیارانه عمل کرده نه دودل بریده و نه پیرمرد نفله کرده و نه خود دست طالب دادم ببینین سال 2021 شو اینا آمده امریکا و اینا خوب زاری کرده و حضور کرده خوب عزیزم تو که رفته تنهایی چی میکنی اینجا دیوانه میشه در ملک امریکا در امریکا که دیدیم خودتان میفهمین بسیار یا از تنهایی دست و هر کار میزنم یکی از تنهایی میره یک دختر جوان یک پیرمرد میگیرم یک پیرمرد میره از تنهایی یک پیرزن دیگر میگیرم خب دو تا جوان از تنهایی با هم دیگر جای میشن که شکر نمیسازن و طلاق میگیرن بسیار کار است خب داستان دختر براتان شروع میکنم میگم با تون با شما یک جایی شیر میکنم براتان قصه میکنیم و شما گوش کنین هوشیارانه عمل کنین چرا این داستان ما براتان امروز نشر کردم براتان گفتم این داستان بسیار نژغی و داستان بسیار نو و بسیار مقبول و بسیار جوان است چون این داستان یک هفته است در دست من رسیده یعنی یک هفته شش روز نمیشه پنج روز است که داستان در دستم رسید من خواستم میرم به خاطر همین چی میگن قیام دودلبوری را خواستم اینجا براتان نشر بکنم که دیگه دودل نبورین نمیتونین شما سرتان با شاخ گاو در بندازین این حساب که طالب یک گاو است و تو دختر یک دختر ضعیف مظلوم هیچ وقتی کار نکنین دودل را اگه بوریدی قید خودتان را بزنین که نمیتونین از او کشور بگریزین کافور برش بیتین گلیم دودل جمع میشه نخندن آخه چرا میخندید قصه است من قصه میکنم قصه های حقیقی داستان هایی که اینقدر داستان ها راست هست اینقدر راست هست که پیشتان تو میشینی میگه داستان من هست این میشینه میگه داستان من هست این میشینه میگه داستان من هست ولی در وینتان یکتان میخزه چی میگه باش بیای من میزن یک چند دو بزنم شاید یکان مرد اینجا پیدا شد که کتمه دوستی کرد بعد چی میگم تو چرا آبروی ما رو میبری خواهر سارا هم مره خواهر میگم هم میگم آبروی زنای افغان رو میبری خودی همین نفر همون نفری هست که او مرد دودولش بریده شده و این خودی سال هاست که دودولی رو بریدن این هیچ چیز نداره خوشی شهوت دوستی محبت و یا گرمی در وجود این نمانده این رو گوش کنین حتی من خودتان رو در نندازین من رو نگو خواهر سارا نام ما رو بد کردیم من نامتان رو بد نمی کنم براتان یاد میتم دودول نبورین از رای راستش یک کار بکنین که دو آزادی برسین کلتان زندانی هستین دور از چند تایتان کلتان زندانی هستین چرا حقیقت نمیگین همین موریم چقدر مقبول هستن من هیچ وقت تشویق نمی کنم که زنده با دختری که دودول بودید هیچ به خدا باورم نمیشه اینا مسیجا اینا رو دیدم از دیروز پریروز تا حالا خواستم امروز در خدمتتان باشم داستانی دختر افغان که فعلا در همین کالیفرنیا است خواستم براتان با شما شریک بسازم سلام خواهر سارا امیدوار هستم هر جای دنیا هستی خوب و خوش باشی یک دختر افغان هستم که 38 سال 39 سالم هست ولی هر کس مرا ببینه میگه ای 48 سال شاید باشم برای چی؟ برای که قدر روزای سختی را تیر کردیم سالی بی پنج اولاد هستم سه دخترم شوی کرده در افغانستان است و دو دانش همراه من هست خواستم برات بگویم خواهر سارا زندگی که من تیر کردیم شاید هیچ دختر افغان تیر نکرده باشم من سوختم درونی تندور سر من تیله شدم ولی زندگی کردم لدا خوردم خواهر سارا ولی زندگی کردم
این قدر ما گبی بد و بیرد شنیدیم برای چی؟ برای که خانواده شوهرم یا خانواده پولدار بودن، بچهشان با ما عاشق من شده بود و خانواده ما یه خانواده متوسط بود. وقتی که اینا عروسی کردن مرا بودن، نه مادر تلایی بود، مادر ما تلایش برابر بود، نه خواری کالایش با خواری ما برابر بود، نه برادر یه خانهش با برادر ما برابر بود. یعنی اونا طبقه فامیل ما طبقه پایان بودن، اینا بالا. خواستم امروز داستان خدا برات بگویم. فقط تنها جرم مایی بود که من از خانواده فقیر بودم و شوهرم از خانواده پیسه‌دار. به همون خاطر یه قدر شکنجه شدم، یه قدر لردکوب شدم. ولی هر بار خون و خونپور خانه مادرم رفتم، سیاه و کبود، گفتم مادر جان ببین من رو بسیار اذیت میکنه. گفت خودت کردی. چون ما عاشق هم دیگر شده بودیم، وقتی که خواستگاری خانه ما آمد، مادرم گفت اینا از قوم ما نیست بچه‌م، یک دیگه اینا پیسه‌دار هستن، ممکن است از سر تو زن بگیرن. او وقت هم من جوان بودم هم بچه، ما در پانتون جور شده بودیم. ولی خواهر سارا، مادرم هر چی گفت من گفتم من میتین دهی بتین نمیتین من میگریزم. وقتی من رو برد در خانه اینا، اینه من شده بودم یک کلفت در خانه اینا، یک نوکر. زنای یوار ما چون از خانواده پولدار بودن در سر ما امر میکردن، برینجی تو نمک نداره، هیچ غذای یاد نداری. باز خوشوی مزه طرف میگفت خب مادری کجا همچین پلاوی در خانهش پخته کرده که دختر یاد بگیره. ای همین نانما در خانه ما دیده، یه چیز ندیده بودم. اولا گپ نمیزدم، کم کم که در سر رسیدم صدا میکشیدم، صدا بلند میکردم، ولی لط میخوردم. ایوار مرا میزد، پدر او تو رایی تو کنم مردگه اوه، برادر تو بیایی با یک جاغوری کلاشنکوف غارغارش میکنم. هیچی گفته نمیتانستم. میرفتم پیش مادرم میگفتم مادر زیاد مرا آزار میتن. میگفت خودت کرده، خود کرده را نی درد است و نی سوز. اول تو میگفت، باز میگفت بچه ام شکمت که پوره است، تلا داری ببینو تلای تو داری، خوهر تو نداره. بچه ام یک روز کالای تو را من پینه ندیدم، نویدش کنه نمیشه دیگه، برات نو میخرم. میزنه که میزنه بچه ام، کل دخترای افغان لد خورده لد خورده زندگی میکنن. بالاخره پیر میشین، اولادایتان کلان میشه، صاحبی نواسه میشی. بسیار خرد شوی کرده بودم خواهر سارا. وقتی که اولاد اولم به دنیا آمد دختر بود، خوشیم طرفم دید گفت دیگه چیز خونه داری؟ این دفعه هم دختر کردی؟ جلوگیری را نمیفهمیدم، نمیکردم. میگفتم در خانه اینا یک بچه کنم، شاید مثل دیگرا بر من شوشش بگیرم. بگوی الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه. بچه دومم به دنیا آمد، بازم دختر بود. خوشیم لبش پندی کرد گفت دیگه چی یاد داره ای؟ یک ننی هوشیار نداشته باشه که برای زیاد بتا بچه بکن. او شکی نگفته من میگم. یک ننی داشته که نان خوردنش اینا یاد نداشتن. تمام سال اینا یک خانه کنه داشتن در اون پشت مکرویان، مچم در کجا زندگی کردن. خب خواهر سارا لدا خوردم. خلاصه دخترکم 12 ساله شد، خوشویم در بچه ننویم داد. دیگهش 12 ساله شد، در بچه ننوی دیگه ام داد. دیگهش 12 ساله شد، در بچه ننوی دیگه ام داد. من حق نداشتم که صدا بکشم. یک دفعه گفتم دخترای من را کلش در بچه های در نواسه هایت میتیبان در بیگانه بتیم. گفت چرا امیر در خانه بابیت نکردیم؟ اگه از تو هستم. یعنی یک دختر اگر دختر اولادش از خودش باشه، باید در خانه بابش و اولاد از او باشه. خب خواهر سارا چیزی گفتن نمیتونستم. دو تا خورترک من بچه بود. برای بچه اولاد چهارم هم که بچه بود، شو شش گرفتن. من خودی من غذای مردم هم یاوردم، یعنی غذا را پخته کردم. چون خوشویم گفت بخیر، کسی نیست که خدمت تو را بکنه، بر بچه تو دیگ پخته کنه، خودت بخیر. خود من دیگ پخته کردم خواهر سارا. خوب اینا نوشته میشد در قلبک کوچک من که ببین دنیا چقدر خراب است. تو هم یک زن هستی، اینا هم یک زن هست، ولی تو در خانه کلفت هستی، چون بی کس و کوی هستی. خواهر سارا نه طلاق میفهمیدم، نه گریختن میفهمیدم، نه میفهمیدم که چی کنم چی نکنم. شوهرم
بچه که بچه چهارمم که اولاد چهارمم بچه بود در دنیا آمد در سرم زن گره. رفت دختر خالش گرفت و بسیار در تمتراق توی کردن و بعد از 6 ماه آوردن در خانه من. خب من حساب نکردم بچه دومم پیدا شد که یعنی شد اولاد پنجمم. دخترک یک قدر در خانه با ما بدی میکرد که بیاندازم. بچه اولش پیدا شد تا اینکه یک روز در خانه همه ما در داخل در سر سفره شسته بودیم نان میخوردیم که جیغی بچه ما همی بچه خورد ما در آمد که سرگبم زدنم نمیفهمید گفت بیاین که یعنی منظور که یک داخل ها افتادم. وقتی ما رفتیم دیدیم که بچه ای خدا توبه کردیم بچهش مرده در روی عوض. خب خوشوی ما مرا تا قصد کشتن زدن که تو بچه تا گفته که بچه هم باغ تا تیله بیتی در اون یعو بغلتا و بمرم. هم باغ ما بعد از بچهش بسیار لدکوب شد و بسیار ایره اذیت آزار کردن و این دختر بیخی دیوانه دیوانه شد. مادرش اینا آمدن ایره بردن که ما ایره خود ما تداوی میکنیم درمان میکنیم پاکستان میبریم و ایره درمان میکنیم. دختر ما باشه پیش ما که چون دختر دویر دروهیش بعد تأثیر کردن. این گای خانه پدرش بود گای می آمد گای خانه پدرش بود گای می آمد که شوهر من عاشق یک دختر مکتبی یک دختری بسیار خورده که از مکتب بود شده بود. اینا خبر شدن و انباق ما آمد در خانه طرف شوی مسای کرد گفتم می خواهی که دستر مزن بگیری به خدا روزی در سرت بیارم روزی در سرت بیارم که تمام کابل در روزت بخنده. گفت خیال نکن که من مریض هستم ناجور هستم در خانه بابم تو میتانی زن بگیری من اون زمون جمع واضبت هستم چون بچه تو بچه مرا کشته او زن هنوز در پیش تو هست. هر دفعه که رو میگفت اینو مرا شکنجه میکرد. خب خلاصه دور دور دوزکی دوزکی کته و دختر رابطه داشت من میفهمیدم. هر دفعه که پیش من میامد یک شب یک روز مرا در عاشقی گرفته بود ولی مرا قدر بعدش میامد میگفت تو را که میبینم در نظرم یعنی دور از جان که دور از سگا که اینا سگا بسیار برای خودشان یک چیز جور کرده میگفت تو را که میبینم انگار سگا میبینم. دمی امریکا قدر مردم سگا را دوست دارن در اروپا قدر مردم سگا دوست دارن مردم ما از بس که وحشی هستن دور از خوبایشان اینی یکی را که نسبت بد برشه یک نام بد میمانن میگه تو سگ هستی در حالی که به خدا سگی حیوان از اینا شرف دارم. خب خواهر سارا بالاخره 8 سال بود که من باغ داشتم که افغانستان سقوط کرد و مردکه گریخت و نه در امریکایی کار کرده بود نه در کدام دفتری جای کار کرده بود تمامی عمر اینا در دولت افغانستان بودن و ماشی زورکی میگرفتن قماندان بودن و نمیفهم مزی بودن ازو بودن. ای با بیادرش گریخته آمد امریکا و ما ماندیم با مادر ای پیر بود ماندیم در خانه دیگه خوار بیادرهایش بود و شوی کرده بود در کدام ما با دو تا بچگک و ماندم و دخترهای ما در خانه ننوهای ما مثل خود ما اونام نوکر بودن. یک بارم ای مادر کلانی گرخه و نکدش که آل مرده گفته یک دفعه نگفت دخترایش که چرا می دخترها را آزار می تین هر بار می آمد خانه ما گریه می کرد می گفت مادر امین بسیار اذیت می کنه بچه هایش بسیار دیوانه هستن. خب خواهر سارا وقتی که آمد امریکا من سعی کردم که گفتم چیکار کنم که من از این جنگل بکشه چیکار کنم که من از این زندان بکشه بر از این مسیج می دادم که بسیار پشت دق شده ایم و بسیار می گفت ما هم دق شده ایم که آخر نشد بچه ها را دوتا بچه مرا اینا را بر از این بسیج کردم که بابی تانو بگو ما دیخ شدیم می فهمیدم که از طریق شوی می تانم برم امریکا. بالاخره سال 2023 آخر 2023 یعنی اولای آخرهای 2023 اینا کارشان جور می شه و مردکه اینا را می خواهن امریکا کار اینا جور می شه و میاره اینا را امریکا و در امریکا که زن می رسم مگه که رسیدم دیگه گفتم که دیگه دلتا جمع کن اینجا افغانستان نیست تو استوانه های تو پوده شده بس که تو لط خوردی
خواهر سلام، من بسیار مقبول هستم. بسیار چهره جذاب و مقبول داشتم وقتی جوانیم. هر بچه ای که مرا میدید عاشق من میشد. من در پانتون وقتی که وارد پانتون شدم خیلی ها هوس میکردن که مرا بگیره و امرای ما عرسی کنم. مکتب خدای توبه. وارد مکتب که میشدم خیلی ها مرا خوش داشتن که چقدر دختر مقبول است و این رو بر بچه ما بگیریم و این رو بر بیدر ما بگیریم. ولی ای خدا مرا عاشق خود کرد و من با ای عارسی کردم. عاشق ازی شدم و در سر ازی صدا زدم و همه ای فامیل گبش از زیر پا ماندم. هر کدامشان گفت با ای عارسی نکن، خوشبخت نمیشی. اینا از فامیل های بسیار نمیفهمم آدم کوش هستن و از فامیل های بسیار چی میگن، از مردم هایی که سخت و بسیار خود میگیره و خود همیشه میگه ما نمیفهمم خانزاده هستیم و رئیس جمهورزاده هستیم و همی پهنزه و ممزه و غنیزه و کرزیزه و از اینا هستیم و ایره نگیر. اما جانم بسیار آمد بچه باش که اینا گفته باش اگه دخترش صد کاده بچه ما جور هستم. نم اینا را نگیر، خوب مردم نیست، در سر ما خودم میگیرم. گفتم نه. خوب رسیدم بالاخره در امریکا، دیدم که مردکه بر ما خانه گرفته بود، یه خانه دو اتاقه و دولت امریکا که هم رسیده بود ایره سرکار روان کرده بود، شده بود مثل یک جولی کونه، یک آدم دیوانه، یک آدمی که قواری زیر در افغانستان میدیدی اینجا میدیدی، یعنی زمین تا آسمان فرق کرده بود. وقتی که من ایره دیدم که زندگی ایره دیدم که صبح میره شب میایه، با خود گفتم خدایا تو چقدر عادل هستی، خدایا تو چقدر مهربان هستی. ای چی شده وضعیت ایره ببین، یک روز کار نکنه این میمور از گشنگی. در حالی که پیسه داشتن، اینا زمین داشتن، جای داشتن، در افغانستان خانه داشتن، ولی اینجا ببین مثل یک نوکر، همون تو که من نوکر بودم این نوکر است. خب عزیزان، داستان بسیار دوردراز است. اگر من براتون قصه بکنم از روزایی که اینا رو عروسی کرده و دیگه کرده، داستان بسیار دوردراز میشن. من فقط کسی که موفق میشن داستانی او را تعریف میکنم، یا کسایی که موفق نمیشن و هنوز در سختی هست داستانش را تعریف میکنم و اینجا یکم برش یاد میتم که چه کنم. خواستم داستانی بسیار مقبول و خوشگل و نشغی را امروز براتون تعریف کنم. میگه وقتی را دیدم بسیار دیگر در خود یک ذره باور کدوم، گفتم حالی که در امریکا رسیده دیگه کمرم بسته کن. یک شب آمد گفت ما را پس دپورت میکنه. گفتم چرا؟ گفت دولت اعلان کرده. ای را وکیل بر من گفتم مثل که این جوان تازه آمده بود امریکا، خیلی مستی میکردم که وکلای افغانی افغانا با اینا گپ میزدن که مستی نکنین تنه و پاره میشن. دولت امریکا گفته افغانستان آباد شد، ما اینا را پس روان میکنیم. همین کسایی که با طالب مشکل نداره اینا رو ما پس روان میکنیم. البته خدا رو شکر یال کلشان رفته، گفتم ما با طالب مشکل داریم، طالب ما رو میکشه اگه بریم. روزای اول اینا نمیگفتن، روزای اول میگفتن وی ما دین خودم از سودا کنیم، حالا طالب خود تروریست است. بعد از یک ماهش، دو ماهش، سه ماهش، چهار ماهش، یک سالش اینا بسیار مشت میکردن تا سال دوم رسید که دولت امریکا گفت اینا با طالب مشکل نداره، خود اینا طالب هستن. کالا اینا رو ببین، چادر اینا رو ببین، حرکات اینا رو ببین، در مکتبا چی ناما ماندن که ما نانی شما رو نمیخوریم، شما کافر هستین. و اولادشان رفت شکایت کرد که مادر من گفته اگر چاکلیت بخوری گوشت رو میکنم. بعد اینا وکیلا بر اینا ایمیل زدن و وکیلای افغان و نمه دلسوزایی که مثل من دلشان به حال اینا میسوزن، گفتن نکنین این کارا را، شما رو دپورت میکنم. بعد اینا در حال دوش آمدن که بیاین یکم جمع کنیم خود، ما از دست طالب گریختیم، ما رو پس روان کنه، ما که با این غلای بشا خودم جور نمیاییم، چی کنیم حالی؟ چی کردن؟ گفتن نه، طالب تروریست است و طالب بد است و حالا هر چی که بکنین، میگه تیری که از دم پشتش بزنی در دومش میخوره. او زنی که بچهش ها گفتم من اگر در مکتب چاکلیتی از اینا را بخوری گوشای تو را میبرون و در روی پروندهش رفته. گفته این موازی باشی، از افغانستان آمدم، از کجا معلومی خواری همون طالبی چی میگن؟
نامش چی هستن؟ خواری او نباشم. او کسی که در مکتب جنگ کرده زنی را که چرا شوهر سر نمی کنی تو مسلمان هستی؟ او در روی پروندهش رفتن. خیال نکنیم که دیوال موشم ندارم، موشم گوشم ندارم. این دیوارا موش اگر داشته باشه این قدر موشا اینا گوشایش تیز هستن. نازی باشیم. مرا آزار بده که چرا چادر نمی پوشی، او را آزار بده چرا چادر نمی پوشی. دو بزن مرا در اینستاگرام، دو بزن مرا در فیسبوک. این را خیال نکنید. مردی از سان دیگو بر من نوشته کرده بود که یهودی درخت کریسمس از کجا خریدی؟ او چی خیال میکنه؟ ویال خیال میکنه من یک امریکایی هستم، هر کاری که کردم من کسی مرا کار نداره. تو در زیری زربین هستی برادر. یوتیوب در دست یهوداست، اینستاگرام در دست یهوداست، گوگل در دست یهوداست. هر کاری که تو اینجا بکنی، تو منی را دو بزنی که من نه کاری برای تو دارم نه یک یهودی پای تو را لغت کردم، تو مرا دو میزنی که یهودی درخت کریسمس از کجا خریده، نان از کجا میخوری، کدام اینجو تو را آورده، از کجا میفهمی او اینجو یا آورده تو را اینجا خالی کرده، او یهودی نبوده. شما از کجا خبر دارین؟ خیال میکنین هر کاری که دولت امریکا می جو بایدن میکنه، تمامی کارهایی که میکنه مردمی امریکا میکنه. دو نفر اسپانسر میکنه، خانواده میره اسپانسر میکنه، ده نفر اسپانسر میکنه، میره یک امریکایی اسپانسر میکنه. دولت امریکایش فقط اونمو قصد که شما را زیر زربین دولت تیر میکنه. ای که شما را کی نام داده؟ مردم. کی جای داده؟ مردم. فهمیدین؟ من خود دانم بیخی اولتو یک دانی خوبی داشتم، نمقه نقلک خوب از بس که یاد دادم شما را که تو کنین او مردم، تو کنین او مردم. یاد که نگرفتین، مغز ندارین. مغزتان کجاست؟ جای از او خاکستر پور است. فقط تنها جایی که در اون مانده دین، 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 دین. اونم دینی چی؟ دین اسلام. خب میگه اک شب اومد منده زله گفت ما را دیپورت میکنه. گفتم وی چرا؟ میگه قدر ترسیدم تمام بدنم میلرزید. گفتم خدایا توبه، من چی کنم؟ دیپورت چرا دیپورت میکنه؟ گفت که کسایی با طالب مشکل نداره دیپورت میشین. گفتم خود تو خب با طالب مشکل داری گریخته آمدی؟ بر من گفت که خب اونا فلانی که در طالب است و مامای میشه، اونو دیگه شون که در طالب است کاکای میشه، اونا را کلش دولت میفهمه. وکیل بر من گفته. گفتم خب بود وکیل بگوی اونا قوم من نیست، از بابیم نبوده، مادرم باید که خواه کرده بوده اونا پر مادر کلانم، اونا شده بوده، بگو ما هیچ رگبند نیستیم. طرف من دید. گفت من بسیار مستی کردم در افغانستان، بسیار کارا کردم در افغانستان، بسیار زنک بازی کردم، خوشگذرانی به حد کردم، ولی در این 3 سال گفت از دماغایم برآمد. گفت تو چی میفهمی من چی کشیدم؟ گفتم خب چرا بر نگشتی پس افغانستان؟ گفت زن میخواستم پاسپورت همی کشور رو بگیرم که امریکا بیایم بروم، اینجا بسیار دخترای مقبول هستم، بسیار زنا اینجا زود شوی میکنه آدمه که دوست دختر آدم میشم. گفت تو چی میفهمی؟ فقط برای پاسپورت چشتیم. گفتم خب اگه به خاطر پاسپورت نبود نمیشیشتی؟ گفت نه دیگه، من اینجا چی دیدم؟ کافرستان هست اینجا. خب دوباره ای را گفتم خب چی کنیم؟ یا اگه پس دیپورت کنم ما چی کنیم؟ موتو گفته ایش بیا تو را مکتب میمانم، در مکتب برو اکثر از خندانی کو که ما طالب ماره تو میکشه، طالب ماره تو میزنه، طالب ماره تو میکنه، ما از دست طالب گریختیم. کمی گفت تو در معلم ها برسن، ما را اگه دیپورت کردنی بود ما را دیپورت نکنه. مرا خودش برد مکتب نوشته کرد. در مکتب که رفتم روز اول دوم سوم بسیار میترسیدم، گبه نمیفهمیدم. یک استاد یک چیز میگفت، بس بار میپرسیدم از بغلیم از کی چی میگم. با یک افغانی آشنا شدم، با یک افغانی دوست شدم که او از من 5-6 سال زودتر آمده بود ولی درس نخوانده بود. گفت تو افغان هستی؟ گفتم آها چند وقت میشه آمده؟ گفتم نه آمده. خانه کجاست؟ این فلانی جای خوب، بیا رفت آمد کنیم. خانه ازی رفتم آمدم که یک آپارتمانی بسیار تمیز و پاکک و یک زنی که نوش شویش طلاق گرفته و همراه 2 اولادش. گفتم شویت کجاست؟ گفت طلاق گرفته، خود جمع کردم. و این چرا؟ گفته خوار جان
گفت افغانستان جان مرا کشیده بود از بس که مرا آزار و اذیت میکرد. بعدم در امریکا که آمدیم همو کارا میکرد. ما چند سال را در هند منتظر بودیم، بالاخره اینجا آمدیم. گفت اینجا دیدم که نمیشه، طلاق گرفتم، یک سال میشه طلاق گرفتم. گفتم بعد تو را اذیت نکرد؟ گفت چی اذیتی؟ گفتم اینه در سر خانت نامد که چرا طلاق گرفته؟ گفت اینجا امریکاست. به خدا طرف کوچه هم ببینه، گفت ازش شکایت کنم؟ گفت او تو نمیمانشن. نه بابا، گفت بخی شهر ایلا کرد رفت. گفتم وی بعد یه خوش هستی؟ گفت آخو جان چرا خوش نیستم؟ در خانه کسی نیست مرا بزنه، در سر اولادای غال مغال کنه. سگ ولی او کار میکنه، من خرج میکنم. گفتم چی تو خرج میکنی؟ او کار میکنه بر تو میتم اگر؟ گفت بر من هم میتم، دولت از او میگیرم. گفتم دولت از او پول میگیره در تو میتم؟ گفت آخو جان من پول میتم. چه قسمی پول میتم بر تو؟ گفتم نمو کرای خانه مرا دولت از او میگیره، بخاطر به اولادا از او هستم. گفت باز توی اولادا رو کلان کردی؟ اون میبره؟ نه اولادای خودم هستم. اینجا زورگویی نمیشه. گفت اینجا زور گفته نمیتونه کس، اینجا امریکا هستم. میگه طرفی دیدم خواهر سارا کت خود. گفتم خدایا میشه ما هم قسمی شوم؟ خوب ازی بسیار پرسان کردم چی کار کردی که طلاق گرفتی؟ گفت چیه؟ میخوای طلاق بگیری نه اومدی؟ گفتم نه خواهر جان، مثلا تو رو زد لد کرده بود زیاد. گفت ها لد اولا میکرد، پسان لد نمیکرد، خرجی نمیداد بر من، دختر بازی میکرد. من رفتم گفتم من ازی طلاق میگیرم. گفت بعد طلاق تو رو داد؟ دولت نگفت مشکل نداری؟ گفت اینجا کس مشکل نمیگه. گفت میری طلاق تا یک جای نوشته میکنی، همونجا در موترش پایان نمیشی، همونجا طلاق تو نوشته میشه. گفتم کس تو رو نمیبینه، اوغانا اگر ببینه. گفت اوغانا چی میکنی؟ اوغان گفتم ما زنای افغان بیخی خود رسوا و دربدر کردیم. خب خانه آمدم و دیگه در فکر افتادم که دوباره همیشه او که میایه غور میزنه و داد میزنه و که دپورت میشیم و دیگه میشیم. و دوستی ما با این زن افغان ادامه دادم و ازش پرسان کردم خواهر جان یک راز را میخواییم برات بگویم. شوهر ما در افغانستان این قدر ما را اذیت کرده، این قدر اذیت کرده، اگر ما بر تو نشان بتام وحشت میکنی. خیلی جای اینجا داغش هنوز مانده که ای مرا زده پارگیش جوش کرده. گفتم من میخواییم از این جدا شم، نه آمدیم چه کار کنم؟ که هیچ برو بر دولت بگو من طلاق میگیرم. گفتم این میگه ما دپورت میشیم. گفت یک زن افغان هیچ وقت دپورت نمی کنه. دولت میفهمه، دولت امریکا وقتی اون نرغول شوی تو رو تالا دپورت نکرده تو رو هیچ وقت دپورت نمی کنه. مگه چی گناه کردی؟ تو یک زن افغان هستی. گفتم خواهر جان اگه مرا دپورت کرد چی؟ گفت چرا که میترسی؟ نمی تو ترسیدیم که ما در این روز رسیدیم. خب خلاصم خواهر سارا رفت آمد با این شروع کردم و تمامی مسئله ای که چه قسمی طلاق بگیرم زبان نمیفهمیدم، هیچ چیز نمیفهمیدم. یا لیکم خوب تر شدیم چون درخواست طلاق دادم و آسانه که ازش طلاق گرفتم. برای من گفت من تو رو بریم آوردم که تو از من طلاق بگیری. گفتم آ او همه ظلمی که تو در افغانستان سر من کردی او دیه داشت که باید توی دیه رو پرداخت کنی. گفت به خدای تو میفهمیدم اگه تو رو میاردم، یا الان من وکیل میگیرم که تو رو دپورت کنم. گفتم سعی خودت دپورت نشوی. یک چند بار بر من اخطار داد، رفتم شکایت کردم با همی دوستم. رفتم گفتم بر من اخطار میده که من تو رو دپورت میکنم و تو رو ایتو میکنم تو رو تو میکنم. که دولت برش اخطار داده که اگه یک مسیج دیگه زن از تو بگیره، یا از طریق فیسبوک یا از طریق اینستاگرام یا از طریق هر چی که باشه تلفن، تو دپورت میشی. خواهر سارا یالی قدر راحت هستم. او آپارتمانی که برای ما گرفته بود در داخل همو آپارتمان زندگی میکنم، در همه کالیفرنیا هستم و این مردکه کالیفرنیا را ایلا کرده رفته در یک جای دیگه پیش خوهرش که خوهر کلانش آمده بوده، در پیش خوهرش رفته و از همونجا خرجی اولادای مرا دولت ازی میگیره و این در حساب من میرسه. من کار نمیکنم، در خانه هستم، از اولادای مواظبت میکنم، بچه های مام درس میخونه، خودم هم درس میخونم. خواستم بگویم خواستن توانستن هستم. خواهر سارا هر کسی که بخوایم میتونم. کسایی که در افغانستان هستین سعی کنین در بازداد خودتان از طریق شویتان بکشین که خیلی ها را اینا میبره
میندازه در افغانستان، خودشان میرن زن میگیرن. مثل یک مرده که کور دمی سوشال میدیا بود، نامش یک چیزی کور است، برده زنش در افغانستان پیش پدر مادرش انداخته، خودش رفته در تاجیکستان که دمی سوشال میدیا نشر شده که مردی فلان مرد کور رفته در تاجیکستان $70,000 $70,000 را در یک دختر خرج کرده و توی کرده و عروسی گرفته، یال میخواه او را بیاره، زنش را کابل انداخته پیش فامیلش. خب ببینید، به خاطری که او زن با این رفت افغانستان، اگه نمیرفت این بابیش همون را در زور برده نمیتونست. نروین افغانستان، در چه زبانی بگویم؟ نروی افغانستان، نری. اینا اشود نیستن، دور از چند تا خوبایشان باشه، کینه ای که مرد افغان نسبت به زن داره، این قدر زن ستیزی که اینا هست، به خدا هیچ دشمنی با یک دشمن دیگهش نیست. نری. نام افغانستان گرفت بگو نمیرم، اینم تو از کمرت بگی بگو نمیرم، برو خودت. اونو مردکه کور $70,000 را می یک ماه پیش در تاجیکستان، زنی تاجیکستانی سوشال میدیا تیک تاکر را گرفت، عروسی کرد، کدش مصرف کرد. حالا شاید 70 خرج نکرده باشه، 30 خرج کرده باشه، 20 خرج کرده باشه، 40 خرج کرده باشه، وای به حال او زن. او زن از کجا او زن رایش پیدا کنه پس بیای اروپا؟ زنی که در اروپا درس نخوانده، زنی که در اروپا چشمش باز نشده، زنی که در اروپا دوست نداشته. اگر کسی را تا شناخته روی شکلبه گرفته، اوی ایرانی هست، اگر نزن افغانی سرلیچ هسته، لوچ هم نمیگن، افغانی سرلیچ هسته، ایجاب نمیکنه، اگر نزن افغانی به نماز هسته، اگر نزن حال چی میکنه؟ حال شب روز نماز بخوانده پیش طالب، وای در روز تو، وای که هیچ. و زن میگیره، دولت اروپا از این میپرسن، میگه چرا او زن اونجا انداختی، یک زن دیگه گرفتی؟ میگه طلاقش دادم، طلاق گرفت. در روی پاسپورت مردکه نوشته هستن، عکس زن چسبانده هستن، این نیست، شاید کنده باشه، اوسو کرده باشه، از عروسی دولتی کرده باشه. نرین افغانستان. ببینین داستان این دختره، در افغانستان بودین، هر جای افغانستان بودین، شیایتان خارج از افغانستان است. یک رقمی بی‌مغزا رو بازی بتین، ای کودنا رو بازی بتین، ای قولای به شاخ دومه، بگو عاشق دستم میمورم برات، گیریکو برش فیستایم، بیا گیریکو بگو میمورم، شب روز خیانه میکنم. اما قرار یاد نداریم، یاد بگیریم. تو چی کم داری از یک دختری تاجیک؟ تو چی کم هست از یک دختری ایرانی؟ تو چی کم هست از یک دختری پاکستانی؟ تنها چیزی که تو کم داری عقل هستم، که همیشه گفتی من یک دختر افغان هستم، من یک دختر مسلمان هستم. خب مسلمان با هستی باش، کی دینی تو رو میگیره؟ و دینی تو در بخشه رو پیش خودت هست، هیچ کس به خدا او رو نمیگیره. ولی هوشیار باشی، هوشیار باشی، هوشیار رو نعمل کنین، دودول نبورین، در افغانستان نرین، هوشیار رو نعمل کنین. خواهرای عزیز، امروز زنی که در در امریکا، در همه کالیفرنیای زیبا زندگی میکنه، میخواستم شهرشون بگویم ولی چون نخواستم، از من گفتم میتونی بگویی میتونی، ولی نه، من نمیگم، چون یک روزی مجبور نشه مرا بگویی. خواهر سارا این داستان مرا، نام شهر مرا گرفته، بسیار فامیلم مرا از اونجا آزار میدم. خواستم براتان بگویم، ببینی، میگه هیچ وقت خورشید در پشت ابر نمیمانه، هیچ وقتی دنیا یک رقم نمیمانه. این دنیای امروزی ما گرد است، بالاخره روزی اون مردای میرسه که زن انسان حساب نکردن. چند تا دستر زن گرفته و دختر بازی کردن و امروز دولت برش اختار داده که اگر در این زنی که توی هیچ آدم حساب نمیکردی، در این زنی که هیچ را به عنوان یک زن خوب تو قبول نداشتی، اگر مزاحمت ایجاد کنی تو را دیپورت میکنم. ببین زن در این کشورها چقدر ارزش داره، چقدر دختر ارزش داره. یکی بر من نوشته کرده بود که در امریکا زنها بسیار بیشوی هستن. خودی مردکه در کجا بود؟ در کابل.
بسیار مرد کات هستم. گفتم ها. میگه دال نرسید میگه آلو ترش هستم. وقتی نمیتانی آلو رو بکنی میگه برو ترش هستم. در اینجا شوی برای چی کم هستم؟ بخاطر زنها در قصه شوی ها نیستم. یک زن دوستی میکنه که یک مرد که لغت میزنه میکشن. او آروسی و نکاح و نکاح مسلمانی و نکاح افغانی و نکاح ایرانی و نکاح او تو چیزا در اینجا اندازه پیاز هم ارزش نداره. فهمیدین؟ یعنی حالا من را دوز داده باشی که دخترهای ما را بدرام میکنم. به خدا اگه دخترهایتان دگب مکنه خدا شایده قسم میخورم. دخترهایتان اگه دگب مکنه من تمامتان را بیوه میکنم. تمامتان مردای افغان. اوشتان را بگیرین. من اینجا بر بیوه کردنتان آمدیم. این قدر شما را بیوه کنم که دیگه نام بیوه را از دانتان بندازیم. زنده باد سارا. دلتان را جمع کنین. من هیچ وقت برای دخترها یاد نمیتونم که شما را ماما زکرتان را ببرم. من برای دخترها یاد میتونم که از شماها انتقام بگیرم. انتقام چه قسمی؟ خودتان از شما پس بگیرم. چون شما قدری و دخترم ندانستید خودش را پس بگیره از شما. بابش هرچی پیسه گرفته زارش کنه. مادرش هرچی پیسه گرفته، طلا گرفته، کالا گرفته زارش کنه. ولی دختر وقتی که استقلال خود را دست میگیره خود از تو پس بگیره. پشمالوی افغان اوشتر از سرت بگیر. اوشتر از سرت بگیر. وقتی میای بیرون از افغانستان فکر کن که چی کاری در حق زنا کردی. تویی که فرخونده را کشتی و حال راست راست میگردی. مطمئن باش. مطمئن باش. چوب بشه در همه امریکا باشه میخوری. اروپا باشه میخوری. مثل مور زنها هزاران در هزاران زن هست که هر روز میگیم خدایا قاتلای فرخونده را به سزای اعمالشان برسان. کسایی که سنگ طرف رخشانه و رخشانه ها پرتاب کرده خداوندا اینا را نیست و نابود کو. شاید یکش همینی که دودولش بریده شده باشه همین بوده. از کجا میفهمی؟ چون به خدا میگه صدا ندارم اگر زد دوا ندارم. چرا؟ ببینین چند روز پیش در عربستان سعودی چه اتفاق افتاد. او چوب خدا بود. زنت اندازه انسان اندازه یک بچه مرغ برش ارزش ندادی. تمام پیسای زن اولادای تا گرفته آمدی. چوب گرفته سنگ گرفته که من شیطان نمیزنم. خودی تو از صد شیطان شیطان در هستی. شیطان که از تو مقبول در هست. خوب قوارش یکم مایکل مایکلش خوب است. اینجا ما یک فیلم شیطان دیدیم جور کرده بود. و تو رفته سنگ را شیطان میزنی در حالی که خودی تو شیطان هستی. افغانی پشمالو. خوب بیاییم بس کنیم داستان خلاص میکنم عزیزان دل. خداوند یار و نگهدارتان. امیدوار هستم امروز با این پیرن گلابی من و با این گلوبند گلابی من، با این گوشواره یاسمندی من که نواسم خریدم، با این انگشتری یاقوت طلای سفید من که دخترم خریده، با این دستبند مرواریدی که نواسگکم جور کرده روزتان خوش کرده باشم و با این داستان بسیار جوان و نژغه و داستان بسیار خوشایند. روزتان خوش، روزگارتان بخیر. هر جای دنیا هستید سعی کنین سابسکرایب کنین، ویدیوها را دست به دست کنین که تا کسایی که زنای جوان میگیره بشنون و صندوق جور کنن برای دودولایشان که بریدن شد. خداوند یار و مددگارتان. امیدوار هستم از خنده شما را گرده کفک نکرده باشم. امیدوار هستم جلوتان رو بگیرین بعد بخندین کم کم. خدا حافظتان. خداوندیار و مددگاری همه شما خوبان. تا روزی دیگر و روزگاری دیگر که سارا باز با یک رنگی زیبا و مقبول بیایه جلوتان بشینه شما رو به خداوند پاک و یکتا مسپارم. خدا حافظتان. دل کمرم نمیشه که من